شمار جان به 133 تن رسید. بر اساس گزارش های رسیده تا به امروز شمار کشته شدگان در اعتراضات شهرهای مختلف افزایش یافته و به 133 تن رسیده است. از این تعداد هویت 92 جان باخته را به صورت مستقل می شود تعیین کرد و 41 نام نیز توسط کمپین فعالین بلوچ منتشر شده است که در سرکوب روز جمعه زاهدان با مورد هدف قرار گرفتن معترضان حاضر در نماز جمعه جان خود را از دست دادند روز هشتم مهر پس از نماز جمعه زاهدان در اعتراض به تعرض فرمانده انتظامی فاسد چابهار به یک دختر پانزده ساله بلوچ شکل گرفت دهها معترض توسط مأموران امنیتی جمهوری فاسد اسلامی از بین رفته و زخمی شدند تعداد جانباختگان اعتراضات زاهدان تا لحظه تنظیم این گزارش در رسانه های رسمی و به نقل از استاندار فاسد سیستان و بلوچستان 19 تن و تعداد زخمی ها 20 نفر اعلام شده است کمپین فعالین بلوچ که اخبار مرتبط با حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را منتشر می کند اما گزارش کرده است که تعداد افرادی که با مورد اصابت قرار دادن مأموران امنیتی در روز جمعه زخمی شده اند 197 تن بوده که از این میان 160 نفر با اصابت قرار گرفتن مستقیم سلاح گرم و بقیه در اثر اصابت تیر ای مجروح شدند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از بین بردن معترضان در ایران به ویژه زاهدان را مستاق جنایت علیه بشریت دانست و تاکید کرد جامعه جهانی موظف است که این عمل شنیع را پیگیری کند و مانع از بروز همچین اعمالی به دست جمهوری اسلامی شود طی سه هفته گذشته شهروندان ایران در اعتراض به از بین رفتن محسا امینی که بعد از بازداشت دو ساعته توسط مأموران دجال گشت ارشاد در بیمارستان جان خود را از دست داد در بسیاری از شهرها به خیابانها آمدند اعتراضات شهروندان اما با سرکوب گسترده نیروهای سرکوب مواجه شده است محسا امینی 22 ساله و اهل سقز که همراه خانوادهش به تهران سفر کرده بود در روز 25 شهریور و سه روز پس از بازداشت به دست مأموران فاسد گشت ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان باخت که بلافاصله اعتراضات گسترده ضد حکومتی در ایران را در پی داشت. وبسایت های نزدیک به نهادهای امنیتی ویدئویی از اعترافات اجباری یکی از شهروندان بلوچ بازداشت شده در اعتراضات زاهدان را منتشر کردند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که به نظر میرسد این اعترافات تحت فشار اخذ شده است. در روزهای گذشته نیز چندین ویدئو از اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف از سوی رسانه های وابسته و یا نزدیک به حکومت پخش شده بود سوء استفاده از کودکان برای سرکوب مردم را محکوم می کنیم. جمعی از انجمنهای حقوق بشری ضمن محکوم کردن سوء استفاده از کودکان این حرکت را نقض آشکار حقوق کودک و متضاد با کنوانسیون حقوق کودک دانسته و حکومت را از هر گونه استفاده از کودکان در این موارد برحضر داشتند در بخشی از این بیانیه آمده است وای بر کسانی که نمیدانند ایران و آینده آن از آن این کودکان است که به جای مهر و دوستی تخم کینه و دشمنی در دل کودکانمان میکارند و به جای آموزش صلح و دوستی در خشونت بارترین صحنه هایی که دیدن آن برای کودکان مضر است کلاه خود بر سرشان گذاشته و باتوم به دستشان داده و نیشتر بر زخم هایشان زده اند تا عقده و زخم سربسته از نداشتنها و ندیدنها اینگونه سرباز کند و هایی شود که رشدش تا ابد خواهد ماند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاویری منتشر شده که کودکانی با لباس گارد ویژه همراه با کلاهود و باتوم کنار خیابانها برای سرکوب مردم ایستادند. حمله معترضان به دفتر روزنامه کیهان روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر فاسد جمهوری اسلامی و از افراتی ترین رسانه ها در ایران از حمله معترضان به دفتر این روزنامه خبر داد. نوشت آنان امروز شیشه های دفتر روزنامه را شکستند و به بخش هایی از ساختمان دفتر روزنامه نیز آسیب رساندند. بر اساس گزارش این روزنامه معترضان ابتدا با پرتاب کوکتل مولوتوف و استفاده از موانع بتونی به دنبال مسدود کردن خیابان بودند و با شعار علیه کیهان و حسین شریعت مداری مفعول مدیر مسئول فاسد آن قصد ورود به ساختمان روزنامه را داشتند کیهان افسود که نیروهای سپاه محمد رسول الله مانع ورود معترضان به داخل ساختمان روزنامه شدند. این روزنامه مدعی شده که دفتر این روزنامه مورد اصابت قرار گرفته است و تصاویری نیز از شیشه های شکسته دفتر خود منتشر کرده است. این حمله در حالی صورت می گیرد که این روزنامه چندی پیش معترضان را جنایتکار خوانده و در یادداشتی نوشته بود خواسته مردم آگاه ایران این است به جنایتکاران امان ندهید. کیهان اصلی ترین روزنامه محافظ کار در ایران است که رئیس آن توسط علی چلاق منصوب می شود. این روزنامه پیشتر در گزارشی با عنوان انتشار فیلم از صحنه بیهوشی محسا امینی دروغ پردازان را رسوا کرد نوشته بود که برخی نظام را به دروغ به مورد آزار قرار گرفتن محسا امینی محکوم کردند حسین شریعت مداری مفعول مدیر مسئول روزنامه کیهان چندی پیش گفته بود فلان هنرپیشهها ها سالها از صدا و سیما خوردند و الان وارونه عمل میکنند یا فلان ورزشکار از بغل همین ملت میلیاردها به دست آورده و تنها یک خانهش دهها میلیارد میارزد. باید خسارت که در اقتشاشات به کشور زده شده از اموال اینها گرفته شود. علی کریمی در یک استوری نوشت برای تمام دانشجویان با شرف ایران زمین استوره فوتبال ایران در واکنش به حمله نیروهای وحشی امنیتی به دانشجویان دانشگاه شریف با انتشار یک استوری نوشت برای تمام دانشجویان با شرف ایران زمین